همین مشکل با شاهزاده رضا پهلوی بود. من بارها بهتون گفتم شخصیتی بزرگی مثل تیمسار نعیمی، حسن نعیمی، چون دیگه داشت ندارن، تیمسار دیگه، اینا میادن دفتر پیش من اعتراض، آقا ما با شاهزاده اونو گفتیم، اینو گفتیم، گفتم آقا تو خب گوش نکرد، حقته که گوش نکنی. چطور؟ گفتم تو که نباید فکر کنی یه بچه ولیعهد قدیمه که محمد رضا شاه به شما میگفت به این درس بدید، اونو درس بدید، آموزش بدید. این الان خودش شخصیتی داره، اندیشه و فکر و تفکر، شما باید از اون تبعیت کنید. شما میگه بهش راهنمون میدین. البته الان اینجوری شده که همه دیگه کوچیک بزرگ تا شاهزاده رضا پهلوی میبینن که سهله، دارم پایین کمانت هم براش میذارم، آقا این کارو بکن، آقا اون کارو بکن، آقا فلان، برام یه تفری میذاره میره میگه آقا ول کن ناره، همه دارن نظر میدن. خب شما یه بار نظر اونو گوش کنید. همه به چشم یک ولیعهد میبیننش که کوچک بوده، همه بهش یه چیزی یاد بدن، بعد نه که عادت شده بزرگان و کوچیک و بزرگان. حالا هم یارو که میخواد رهبر بشه چند سال هم از داره رهبری میکنه، چند سالی داره رهبری میکنه و ولی زمینه رو داشت میساخت. همونجور که ببینید در فلسفه میگه مثال بزن تا طرف خوب بفهمی، تا مثال بزنم شما خوب دوزاری یا جا میفته. ببینید یارو که یهو نمیتونستم بیان بگن وقتی که قاسم سلیمانی زنده است که به قول ترامپ صد تا کشور میگردونه، وقتی که مثلا شاهرودی که استادش بوده اما یارو عراقیه دیگه زنده است، یا مثلا وقتی هاشمی رفسنجانی زنده است میاد بگن این بچه واقعا بشه رهبر، نمیشه که. یکی یکی باید اونا رو بردارن، هی میچینن میچینن میچینن، حالا مرگ هر جور خودش برشو میدارن که بزرگای رژیمشان نباشه، بزرگای رژیمشون نباشه. یزدی مثلا، نه که بینار که یزدی که آخر عمرش بود مرد، اینا مردن، ولی زمین سازیش 5-6 سال 7 سال 8 سال داره میکنه که بعد یه وقتی میاد میدون خالیه، همه چیزم آماده است. همین کارو گوگلی من کرد. همایون شجریان عزیزم، من مصاحبه برادر استاد شجریان رو برای شما پخش کردم اینجا که برادرشون سیامک در امریکا با رفیق نازنین من آقای علی لیمونادی مصاحبه کرده بود و گفته بود که 4 سال پیش از اینکهشون بمیره تو امریکا وضعش خراب شد، پزشکا جوابش کردن دیگه تموم شد، یعنی جسم از کار افتاد، کارایی نداشت جسم. این جسمی که کارایی نداشت رو فوری همایون میره و میداره میبره تهران، 4 سالی میذاره جسمی که روان نداره دیگه و مغز کار نمیکنه و هیچی نمیفهمه، 4 سال با کامپیوتر نگه میداره. چرا؟ چرا کار کرد همایون؟ اینه که من دارم میگم، خبر دارم به شما میگم، واسه اینکه بگه بد یا خوب، خبر دارم بهتون میدم، مثال میزنم که موارد رو بفهمیم، درک کنیم یعنی چی، چجوری سرتون رو با مشتاورم دارن همینجور کلا میذارن. ایشون 4 سال با استفاده از پدرش که هنوز نمرده تونست ولیعهدی خودشو تثبیت کنه، هی برای خودش تبلیغ کنه، هی کار کنه، هی کاراشو بده بیرون، هی اسم پدرش، پدر خودش، پدر خودش. خب اگه یوم گفتن خودش که چیزی نمیشد که، یوم گفتن باباش مرد، شجری استاد شجریان مردن، همایون شجریان چون در زمین 5 سال پیش چی بود؟ هیچ نام. من اینم فیلمشو به شما نشون دادم که مصاحبه کرد تا میکنه روش نمیشه یک چیزی بخونه، باباش میگه بخون نمیخونه، ولی یهو ساختنش شد همایون شجریان دیگه. الان حالا مجتبی هم دقیقا همینطوره، مجتبی برای همینی که همین آقای وحید حقانی هست یه بار دستگیر میشه چون اطلاعاتی میگن دادی با روح الله زم، بعد به بند رد بفهمه که برادرش میسم داده، چون اینا رو قبلا بهتون گفتم. مجتبی خامنه ای میخواد بشه رهبر، از قبلا زمین ها درست کرده، بعد هم حزب داره، گروه داره، رهپویان، رهپویان تشکیلات ساخته، یک سری بچه مشیدی ها جمع کرده، رئیسی باش نبود، رئیسی یک رقیبش بود در رابطه با، چون توی خبرگان اول به رئیسی رای داده بودن، اول رئیسی بود خبرگان، 2 نفر رای داده بودن، یکی اولش رئیسی بود. خب خبرگان هم باید اصلا پاشیده بشه، باید آستان قدس رضوی دستشه، امپراتوری مالی یهو خامنه از اونجا برش میداره، برش میداره میبینه ایداره اونجا عجیب رشد میکنه، اصلا رهبر شد دیگه، برش میداره از اینجا میذارش تو قوه قضاییه. بعدا قبلی که برش داره شما فکر کردین صدای رئیسی رو که با منتظری صحبت میکنه رو قتل آماینه رو رسانه که پخش کردن از خونه ننه شون آوردن،
خب تو باید یک آدم قوی باشی، تو رهبری باشی، تو بیت رهبری جای باشی که بتونی آرشیو صدا و سیما اینا که خیلی سریه رو در بیاری بزنی دردی بشه بدی. زد ترتیب رئیسی داد. بعدم قبلا دیگه بهتون گفتم ترتیب همه رایفی پیر و حسن عباسی و سعید قاسمی و همه گردن کرفته که امکان داشت براش شاخ بشن مشتبه اینا همه رو، همه تیمش، البته رئیس تیم آقای حسین طائبه. شما فکر کردین رهبرای سپاه پخی هستن؟ این سردار مردان اینا کسی هستن؟ اینا هیچ کاره هم. همه کاره وزارت اطلاعات سپاهه. رئیس وزارت اطلاعات آقای حسین طائبه. قیافاش نگاه کنید. رفیق ششنگ جنجونی آقا مشتبه. هر چی بخواد براش میکنه و تازه زمینه هم میسازه. گلپایگانی این پیرمرده. او وظیفه داره از طرف انگلیس که یک امنیتی یک کسی رو بیاره که و بچه‌ش هم که تو انگلیس رفته هتل اجاره کرده دیگه، اینا همه رو خبر دارید. بچه اولش دو تا سه تا بچه داره. حالا بی بی سی خبر گفت، مشتبه بی بی سی گفت، بی بی سی که تو لندن دیگه، بی بی سی که نمیتونه دروغ بگه که حالا حداد عادل تریاکی اومده تکذیب کرده. خب این تیم برادر سعید جلیلی مثلا حمید جلیلی جزوی تیم به چای مشهد اینا ها؟ این آقای زاکانی چقدر میزنه این چپ و راست اینا تیم اینا میزنن تیم رهپویان مشتبه خامنه‌ای هستن. مشتبه که صداش هیچکی نشنده میگن آقا درس خارج میده. آقا قربون درس خارج میده، یکی از این شاگردات بیاد بگه چی گفتی، یکی از این شاگردات بیاد صدات منتشر کنه، تصویرت منتشر کنه، تو چجوری حرف میزنی؟ مردم غیرت ها، 7000 سال تمدن دارین، کسی رو خان رهبرتون کنید که نمیدونید چجور حرف میزنه. مامانش میگفت خجالتیه. گفتم مشتبه حالت خوبه؟ خب حرف بزن. 7-8 سالش شاهدم الان توی مدتی که مخفیش کردن فلان کردن سر صدا است فلان اینا دارن زبونش یه کاری میکنن. آخه توی اسرائیل میدونید که شما اگه زبانت لکنت اینا بخوره اپراسیون یک عملیاتی انجام میدن که اگه شما یه چیزی صحبت میکنی اینا درست میشه. نکته بسیار مهم دیگه که امروز میخوام بهتون بگم اونه که خیلی ها که سیاوش اوستا رو نمیشناسن، چون ببینید الان ما 40 خورده سال داریم مبارزه علیه یک نظام توتالیتر و جنایتکار جمهوری اسلامی داریم انجام میدیم، علیه استعمار داریم مبارزه میکنیم. خیلی هم که در نشتستن یا یک واو میگیرن، اون واوی نیستش جریان زندگی. شما میخواین یک کسی رو بشناسیم 40 سال بینین بیلان کاریش نگاه کنید. بیلان کاری ما از هم روز اول که انقلاب سیاه پیروز شد مخالف نظام جمهوری اسلامی بودیم. روزنامه من در ایران اولین روزنامه بود که توقیف شد چند ماه بعد انقلاب، چاپخونه زوار چاپش میکرد. هادی خامنه ای برادر علی خامنه ای شاهده، تبسی مرد، حالا بقیه همه خود خامنه ای شاهده. روزنامه من نخستین روزنامه بود که قبل از نشریه مجاهد توقیف شد، چون ما رادیکال ضد روحانیت و ضد حکومت دینی بودیم، ضد حکومت دینی بودیم، ضد حکومت ایدئولوژیک بودیم. و بگذاریم که ما از همون موقع هم به سران نظام رو زدن معتقد بودیم، سر نظام بایستی زد. بچه های مجاهدین خلق میدونن وقتی بچه سوال میکردیم کنیم آقا سر نظام بایستی زد. البته الان فاز خیلی خراب شد، الان با یک نفر زدن دو نفر زدن رژیم نمیفته، باید قوی تر قدرتمندتر کار کنیم. ولی اون اوایل انقلاب که هنوز بود با شرایط کنونی الان 40 سال گذشته اینو جا افتادن فرق می‌کرد. اینا رو همه بدونید، با یک ترور دو ترور الان رژیم عوض نمیشه. رژیم الان باید با انقلاب میلیونی بیان توی خیابون. یک، یعنی ببینید سه تا راه حل هست، یکی اقدام نظامی، یکی تظاهرات میلیونی بیان تو خیابون، اقدام سوم که دشوار هست کمتر استعمار اجازه خواهد داد که کار صورت بگیره اینه که دو نیروی مقتدر پادشاهی و شورای ملی مقاومت با هم متحد بشن. شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی اگر با هم متحد بشن اتحاد خودش میتونه منجر به پیروزی مردم سرزمین بشه. حالا در همین رابطه من میخوام یه نکته رو به شما بگم، اون اینه که ببینید
ما باید زرنگ باشیم، با توپایی که رژیم میندازه جلو پامون بازی نکنیم. الان رژیم چون میخواد